سروناز، گزارش ها درباره مجبوری تراشیدن ریشی بعضی از جوانان تا کجا واقعیت دارند؟ بله طاهر، ما این مسئله را بعد از آن پیگیری کردیم که چند نفر در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که ماموران میلیسه جوانان ریشدار را در کوچه‌ها می‌دانند و مجبور می‌کنند که ریششان را بگیرند. یک جوان با نام آزاد از شهر خوجند در صحبت تلفنی گفت که او را مقامات انتظامی از بازار گرفته و به شعبه امور داخله بردند و ریشش را مجبوری گرفتند. ده ها نفر در شبکه‌های اجتماعی شکایت کردند که در شهرهای دوشنبه، خوجند، استرافشان، پنجکن و مناطق دیگر هدف ریشتراشان مجبوری مقامات امور داخلی قرار گرفتند. در دوشنبه هم این گونه حادثه‌ها زیاد دیده شده است؟ البته در شهر دوشنبه هم حالت‌های علیحدہ مجبوری گرفتن ریش جوانان دیده شده است و بخصوص در بازارهای کلان دوشنبه به مثل کاروان، سلطان کبیر. بعضی از تاجران میگویند که افراد ریشدار از جانب مقامات انتظامی بازداشت میشوند و در نهایت از ریش محروم میگردند. منابع رادیوی آزادی میگوید تنها در عرفه نشست شانخای 200 نفر رو امر دادند که ریششون رو بگیرند. ولی مقامات انتظامی تاجیکستان چی میگویند؟ در حقیقت دستور در رابطه به ریشداران جوان صادر کردند؟ مقامات انتظامی میگویند که این گونه دستور نیست و هیچ کس را برای ریش گذاشتن به شعبه امور داخله دعوت نمیکنند و به شرطی که به جنایت متهم نباشد. به گفته آنها ریش گذاشتن کار شخصی هر شخص است و امر دادن به او که ریشش را بگیرد دخالت به زندگی خصوصی او میشود که غیر قانونی است. جلال الدین صدرالدین، سخنگوی وزارت امور داخله میگوید که اگر کسی را مجبور کرده باشند ریشش را بگیرد میتواند به مقامات شکایت برد، اما به قول او کسی تا کنون با چنین شکایت به مقامات امور داخله نامده است. ولی در گذشته در آستانه بعضی از چوربینی های بین المللی مقامات انتظامی تاجیکستان جوانان ریشدار را در کوچه ها نگه داشته و به قول نصیحت میکردند که ریششان را بگیرند. تشکر همکارم سروناز روح‌الله از دوشنبه صحبت میکرد.